مانگا، درخت معجزه. من شروع به خواندن درباره مورینگا کردم و از غنای آن کاملا شگفت زده شدم. در بسیاری از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ویتامین ها غنی و مغذی است. دکتر مونیکا مارکو یک داروشناس است که در مورد گیاهان زیادی پژوهش کرده. او تحقیقات گسترده‌ای در مورد مورینگا انجام داده و میگه مورینگا دارای قدرت تغذیه‌ای قابل توجهیه. این موضوع یکی از موضوعات کتاب اوست که به تازگی منتشر شده، درخت معجزه. برای من این فقط یک مسیر طبیعی از پیشینه علمی من و عشق من به درختان برای نوشتن این کتاب هیجان انگیز بر روی یکی از مهیج‌ترین و خارق‌العاده‌ترین درختان جهان بود. مارکو بیشتر وقت خود را به تماشای درختان و گیاهان هم به عنوان یک دارشناس هم به عنوان یک هنرمند می‌گذرونه. مارکو عکاس طبیعت هم هست و از گیاهان عکس برداری میکنه. مارکو به عنوان یک دارشناس میگه که نگرانی بزرگتری داره. ما در شرایط همه‌گیری سرطان و بیماری‌های قلبی عروقی و بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه هستیم. فقط به این دلیل که اساساً اون چرا که قراره بخوریم نمیخوریم. بیشتر گیاهان به نوع خاصی از مواد مغذی معروف هستن. مثلا پرتقال یا لیمو به داشتن ویتامین C زیاد معروفه. مثلا اسفناج به دلیل داشتن آهن معروفه. مورینگا بسیار غیر معموله، زیرا این گیاه حاوی طیف گسترده ای از مواد مغذیه و جالبه که مقدارشون هم بسیار بالاست. مارکو میگه که این غلظت مواد مغذی همراه با کالری کم و محتوای کم سدیم مورینگا رو به یک غذای انرژیزای یا مکمل ایدال تبدیل میکنه که میتونه به جبران رژیم غذایی معمولا ناسالم غربی کمک کنه. بسیاری از غربی ها نیز کمبود مواد آنتی اکسیدانی و ضد پیری دارن که بیشتر در گیاهان یافت میشه. آنتی اکسیدان ها طبق گفته مؤسسه ملی سلامت آمریکا از سلول های بدن محافظت میکنن و ممکنه از سرطان جلوگیری کنن. و مارکو میگه مورینگا گنجینه ای از آنتی اکسیدان هاست که دست به دست هم کار میکنن. مواد آنتی اکسیدانی و ویتامین های آنتی اکسیدانی با هم در بدن کار میکنن. به عنوان مثال مشخصه که سلنیوم در حضور ویتامین ای بهتر عمل میکنه. مورینگا داره مقادیر بالای سلنیوم و همچنین ویتامین ای هست. بسیاری از گیاهان حاوی آنتی اکسیدان هستن. دکتر مک‌کلاچی میگه مورینگا داره مواد مغذی زیادیه که ما معمولا به گوشت مرتبط میکنیم. مورینگا به دلیل منبع خوبی از پروتئین‌های گیاهی در برگ‌های سبزرنگ شناخته شده است و شما پروتئین زیادی را از بسیاری از غذاهای گیاهی به جز لوبیا و چیزهای مانند اون دریافت نمی‌کنید. بنابراین بیرون آوردنشون از برگ‌های مورینگا واقعاً کار بزرگیه. و در حالی که چند گیاه دیگه مانند سویا وجود دارن که سرشار از پروتئین هستن، اولسن میگه که مورینگا ویژه است. آلرژی غذایی زیادی دارم. به گندم حساسیت دارم، به تخم مرغ هم حساسیت دارم. سویا هم یه غذای نسبتاً آلرژیز است و در بسیاری از افراد به راحتی باعث آلرژی میشه. ما فکر میکنیم این به دلیل شکلی است که برخی از پروتئین‌ها در سویا دارن. در مورینگا ظاهراً به شکلی هستن که بسیار ساده‌ن و نسبتاً آسون جذب بدن میشن. به گفته وزارت کشاورزی ایالات متحده، مورینگا حاوی 18 تا از 20 آمینو اسید موجوده که واحد سازنده پروتئین‌های بدن انسان هستند. و مارکو میگه که مورینگا یکی از معدود گیاهانیه که حاوی تمام آمینو اسیدهای ضروریه. مورینگا حاوی تمام 9 اسید آمینه ضروریه که در واقع ما نمیتونیم اونا رو در بدنمون تولید کنیم. هم حضورشون و هم نسبت اونا بسیار مفیده. و تخمین زده میشه که این نسبت برای جذب و قابلیت در دسترس بودنشون برای بدن ما بسیار خوبه.